قانون جذب یکی از قوانین ثابت و حاکم بر جهان است که شما توسط آن می توانید به تمامی خواسته ها و اهداف خود دست پیدا کنید، به شرط آنکه تعریف درستی از قانون جذب را بدانید. قانون جذب یا قانون کشش یکی از قوانینی هست که همیشه در جهان هستی وجود داشته که در سده های اخیر دانشمندان به کشف و استفاده از آن پرداختند. همچنین در مورد نوع عمل کرده این قانون نیز به کشفیات قابل توجهی رسیده اند. قانون جذب انرژی هست که بر اساس آن انسان با تمرکز بر افکار غالبش، حال چه افکار منفی و چه افکار مثبت، تجربیات زندگیش را کسب می کند. همه چیز از انرژی تشکیل شده است، حتی فکر و اندیشه انسان. هر فکر از انرژی ساخته شده و از طریق فرایند انرژی های همانند همدیگر را جذب می کنند، شخص می تواند سلامت و روابط عاطفی عالی، ثروت و فراوانی ها را در زندگیش بیفزاید. انسان ها از ذرات ریز انرژی ساخته شده اند و سپس این انرژی به دور یکدیگر جمع شده و ماده یا همان جسم فیزیکی را تشکیل می دهد. و همانطور که گفتم، جذب یک زندگی شگفت‌انگیز بسیار راحت است، زیرا انرژی های مشابه یکدیگر را جذب می کنند. خیلی ساده است، پس شخص می تواند با استفاده از افکار مثبت، سلامتی، عشق، محبت، پول و ثروت را به زندگیش بیاورد. همانطور که گفتیم، یک فکر یک انرژی است و این انرژی مشابه خود را جذب می کند. اما چگونه؟ در قسمت بالا به صورت علمی قانون جذب را توضیح دادم، اما برای درک بهتر به ساده‌گویی می پردازیم. قانون جذب قانونی هست که می گوید شما به هر آنچه به صورت تکراری و مداوم فکر کنید، همان را به زندگی خود دعوت کرده اید. حال می خواهیم بدانیم این فکرهای تکراری از کجا می آیند. انسان از بدو تولد از خود هیچ ایده و باوری ندارد، مثل یک لوح صاف و بی آلایش است. همینطور که بزرگتر می شود، تحت تأثیر محیط پیرامون و خانواده قرار می گیرد و افکار، اعتقادات و باورهایش آهسته آهسته شکل می گیرند. همانطور که می دانیم، باور ایمان و اعتقادی هست که در اثر تکرار یک فکر و تکرار یک عمل به صورت تجربه های زندگی در قسمت ضمیر ناخودآگاه ذخیره می شود و سپس به مرور زمان این اطلاعاتی که داخل ضمیر ناخودآگاه هستند جزئی از وجود ما می شوند که همان افکار تکراری ما را می سازند و در نتیجه در بیشتر مواقع امواجی که حاصل افکار ذهنی هستند را دوباره و دوباره بر اساس قانون جذب وارد زندگیمان می کنیم. ما فکرهای تکراری را به صورت انرژی از خود ساطع می کنیم. این فکرها در جهان به گردش در می آیند و همانند خود را جذب می کنند. همانند آنها هم همان فکرهای تکراری ما هستند. گاهی اوقات برخی از افکار و باورها آنقدر سمی هستند که تمامی تجربیات زندگی و اعمال فرد را دستخوش خود می کنند و فرد را به سوی نابودی می کشانند. همانطور که گفتیم، افکار انسان امواج ذهنی را تولید می کنند. وقتی انسان در حال فکر کردن هست، در واقع در حال متولد کردن یک ایده، استعداد، خواسته و غیره هست و تمامی اینها به صورت امواج و ارتعاش هایی از ذهن انسان ساطع می شود، درست مانند امواج رادیو که در فضا پخش می شود و به ایستگاهی که باید می رسد. فرکانس های ذهنی هم در کائنات به جریان می افتند و همانند خود را جذب می کنند، زیرا بدن انسان از قدرت مغناطیسی بسیار بالایی برخوردار است. بارها حتی خود شما هم تجربه کرده اید که چیزی را خالصانه و با احساسی شادی بخش خواسته اید و سپس آن را رها کرده اید
و دیده اید که چقدر زود به سمت شما آمده است و همانجا گفته اید که ای کاش چیز دیگری از خداوند می خواستم. شما اینجا بدون اینکه خودتان بدانید از قانون جذب یا قانون کشش به صورت درست استفاده کرده اید. خواستن با احساس مثبت و خوب و سپس رها کردن خواسته. قانون جذب به احساس شما پاسخ می دهد. وقتی چیزی را با شور و اشتیاق می خواهید و سپس آن را رها می کنید و به آن نمی چسبید و اجازه می دهید که هم جنس خود را جذب کند، در واقع در این زمان در حال استفاده درست از قانون جذب هستید. شاید فکر کنید که اگر بخواهم این قانون را در زندگیم به کار ببرم خیلی کار سختی هست، در صورتی که استفاده از قانون جذب ساده ترین روش برای رسیدن به همه ی خواسته ها هست. البته ناگفته نماند که شما چه بخواهید، چه نخواهید، چه به صورت آگاهانه یا به صورت ناخودآگاه در حال استفاده از قانون جذب هستید. باید بگویم نه تنها کسانی که به موفقیت، سعادت، ثروت و سلامتی، روابط عالی و آرامش رسیده اند، چه به صورت آگاهانه و چه به صورت ناخودآگاه از قانون جذب استفاده کرده اند، بلکه همه افرادی که از فقر و نداری یا عدم سلامتی یا روابطی نادرست در رنج هستند نیز در حال استفاده از قانون جذب هستند. شما فقط دارای دو حس مختلف و متضاد هستید. یا حالتان خوب است و در حال جذب چیزهای خوب هستید، یا حالتان بد است و در حال جذب چیزهای بد هستید. و قانون جذب بر اساس افکار و احساسات تکراری شما هر چه را خواسته اید با بعد زمانی متفاوت به سمتتان می فرستد و اعمال و تجربیات زندگیتان را رقم می زند. شما قانون جذب را نمی بینید، اما از آن استفاده می کنید. درست مانند فعالیت های الکترومغناطیسی و گرانش، قانون جاذبه زمین و تمامی نظمی که در طبیعت وجود دارد، آنها را نیز نمی بینید. اما آیا این روزها کسی هست که منکر آنها باشد؟ امواجی که به صورت فرکانس و ارتعاش ها در اثر فکر کردن از ذهن و بدن انسان خارج می شود را دانشمندان با دستگاه های مخصوص خود اندازه گیری کرده اند و امواج بسیار جالبی را مشاهده کردند که از ذهن و بدن انسان خارج می شود. حتی دانشمندان قدرتمندترین قانون در جهان را قانون جذب می دانند. حتما شما هم از پدر بزرگا شنیده اید که می گفتند از هر دست بدهی از همان دست می گیری. این مثل نشان دهنده این بوده که در تمامی زمانها مردم از قانون جذب به عناوین مختلف استفاده می کردند و از آن اطلاع داشتند. اما این روزها به صورت علمی این قانون را به اثبات رساندند. حتی باید به کسانی که در روابط خود ناموفق هستند و احساس قربانی بودن و مظلوم بودن دارند و اینکه او در این رابطه فردی ناموفق است را دیگران هم به او گوشزد می کنند نیز بگوییم که شما با نوع افکار و نوع احساساتی که از خود بروز داده ای شخص اشتباهی را جذب خود کرده ای. ما با افکار و احساسات خود تمامی افرادی که دور و برمان هستند را جذب خود کرده ایم. یا کسانی که میگویند من فقر و بدهی نمیخواهم، اما چرا مدام در زندگی من فقر و بدهی هست؟ من که فقر را جذب خود نکرده ام. به اینها هم باز باید بگوییم که چرا شما همین که میگویید من نمیخواهم بدهی داشته باشم، یعنی در واقع میگویید بدهی میخواهم، باز هم بدهی میخواهم. به دلیل آنکه وقتی از کلمه بدهی استفاده میکنید، این کلمه بار منفی بسیار زیادی دارد و در لحظه احساس شما بد می شود. زیرا در واقع به یاد بدهی های خود می افتید و بلا فاصله به یاد چطور و چگونه پرداخت آنها هستید و حستان منفی می شود. و در این هنگام چه چیزی را دریافت می کنید؟ همان چیزی که حس شما را منفی کرده و درست مثل خودش را
دریافت و جذب می کنید. قانون جذب از سال 2006 به بعد، زمانی که خانم راندا برن کتاب خود به نام راز را منتشر کرد، علنی و ثابت شد. و امروز مردم بسیاری به صورت آگاهانه این قانون مهم را جزی از باورهای ذهنی خود کرده اند و از آن جهت کسب ثروت، سلامتی، روابط عالی و غیره استفاده می کنند. و در واقع قانون جذب کلید طلایی دستیابی به هر آنچه که شما می خواهید هست.